روز دوشنبه اول خرداد 1391 زندانی سیاسی مجاهد خلق منصور رادپور 44 ساله پدر دو فرزند پس از تحمل 5 سال حبس در زندان‌های قرون وسطای آخوندها و ایستادگی در مقابل فشارهای ضد انسانی دشخیمان و بازجویان و شکنجهگران در سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت جان بر سر آرمان آزادی مردم ایران نهاد و به شهادت رسید. منصور رادپور از هواداران با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران بود. وی که نقاش ساختمان بود در بهمن 85 به اشرف سفر کرد و چند ماه بعد در روز 27 اردیبهشت 1386 به خاطر فیلم برداری از حرکت اعتراضی کارگران در جاده چالدوز کرج دستگیر و به خانه های امن وزارت اطلاعات منتقل شد و تحت آزار و شکنجه قرار گرفت. سلام به خواهر برادرانم در شهر اشرف، خسته نباشید بهتون میگم، امیدوارم حالتون خوب باشه. و در طی این مدتی که من در اشرف بودم زحمات رو که واسه من کشیده خیلی ازتون ممنونم. بس خدا میخوام که همیشه موفق و معید باشید در کارتون. بیدادگاه رژیم آخوندی او را در یک محاکمه نمایشی چند دقیقه‌ای به جرم تبلیغ علیه نظام و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به 3 سال حبس محکوم کرد. عوامل اطلاعات رژیم بار دیگر با پرونده سازی دوران حبس او را به 8 سال افزایش داده بودند.